ارسال پاچپ از هردانی در محوطه جریمه، پیمان بابایی حضور داره، قایدی زمین میخوره اونجا، داور خطا نگرفته و توی دروازه. یه گل فوق العاده از کوین یامگا، بالاخره گلزنی میکنه برای استقلال. 5-6 بازیکن پیکان در محوطه جریمه نفت حضور دارن، از این موقعیت بهره ببرن. ارسال از ثابت تیمانی، یه ضربه سر و توی دروازه. تکل بلند نفتی ها پشت محوطه جریمه، یه ضربه روح دور، اینم گل دوم. توپ خورد به دست مدافع پیکان و داور بیدرنگ نقطه پنالتی به سود نفتی ها اعلام کرد. پیمان رنجبری دورخیزش آرام آرام حرکت میکنه، میزنه ضربه شو و توی دروازه. کلانتری حالا حرکت خوب، یه ارسال درون محمده، فرصت برای نزدیکی به گل، سقف دروازه تیم ملوان، پرتاب اوت برای سفید پوشان ملوان. زاهر کاظمینی، سجاد بازگیر، درون محمده یه فرصت، به بیرون ضربه که برخورد میکنه و بالاخره گل تساوی به ثمر میرسه. احمدی تعویض منطقه بازی، یه حرکت تند و تیز، فرصت برای تیم ملوان در محوطه جریمه، یه ضربه سنگین و گل، گل دوم برای تیم ملوان. در شروعی محوطه جریمه ارسال مواج، یه ضربه سر و گل، میتونه ببره به سمت چپ، همین کار هم انجام میده، یه پاس پشت مدافع، این فرصت داره پرسپولیس، تک به تک و دروازه و توی دروازه. سانتوگا روی دروازه، موقع داری سپاهان، این ضربه سر و توی دروازه، گل اول سپاهان میزنه، چسبیده به محوطه جریمه، خطر گرفته، این ضربه پای چپ مستقیم و توی دروازه، گل، چه گل قشنگی. فرصت دست پشت محوطه جریمه، ضربه که اونجا زده میشه و توی دروازه، دروازه باز میشه. سانتوگا دروازه، ضربه سر و توی دروازه، گل گوهر برمیگرده به مسابقه. تو دومین دقیقه پنالتی برای فولاد، ببینیم در تصویر آهسته که چه اتفاقی افتاد. صف آهادی، تماشاگرای فولاد منتظر، سعید آقایی میزنه و توی دروازه. ببینیم تو تصویر آهسته که چه اتفاقی افتاد. اینجا سوت وحید کاظمی، موسی کولیبالی میزنه توی دروازه، برمیگردونه دوباره موسی، هادی محمدی از راه دور میزنه، چه گلی، یه ضربه استثنایی از هادی محمدی. ریکاردو آلوز میفرسته، فرصت، گل مساوی، دودا فولاد و تراکتور. پاس رو به جلو، مجید علیاری میفرسته بلند، یه ضربه سر و گل سوم. اشکان دژاگه دروازه فولاد رو باز میکنه، دروازه تراکتور رو باز میکنه. عذرخواهی میکنم، گفتم این بازی میتونه برنده داشته باشه.